از دست رس من دور، تو به چشم جملالا جاریم چون چشم نور، در هوای تو پریدا حوس راگ رگ جونا، بی خیال تو گونی نتوانا، هر طرف پر ز تو من با تمنای وصالت، من چنان زارا با پیش شوکت و شان و جلالت، رسم عاشقی چه باشد از تو پر هر نفس من، در میان قسم من تو کسی من، بے قسم من تو کسی من، در وای تو پریدا آواز را گرگ جونا، بے خیال تو دمیرا زندگانی نتوانا. بسم الله الرحمن الرحیم. لحظات بزرگ آن لحظاتی در برای انسان ها نیست که همه نشسته باشند و برای شما هورا بکشند. لحظات بزرگ لحظاتی است که شما تنها مانده ای و از هیچ کسی انتظار نداری و کسی هم از خودت انتظار ندارد و تو در خود تنها هستی و با خود و با خدای خود هستی و با او مدارا میکنی. شما را خوش آمدید میگم بیننده های عزیز و برنامه رشم عاشقی، رسم عاشقی. امشب هم در خدمت شما هستیم. البته میشه گفت این عصر، چون همیشه شبها در خدمت شما بودیم، حالا چون وقت برنامه تغییر کرده این عصر در خدمت شما هستیم. مانند همیشه سوال روز را برای شما میخوانم و بعدش مهمان گران قدری که در برنامه دعوت میشوند کی هستند برای شما مشخص خواهد شد و درباره چی صحبت خواهیم کرد اونجا مشخص خواهد شد. خب سوال روز این هست که به جا آوردن یک عمل سنت یا مستحب در این ماه معادل چه حکمی در غیر از آن دارد؟ الف حکم واجب، ب حکم فرض، جیم حکم سنت و دال حکم مستحب است. جواب درست را به شماره 0788-88-5704 با ما اسمس بکنید و نظریات شما هم در همو اسمس برای ما بسیار مهم هست. اگر خواستید میتونید که تماس بگیرید. خب برنامه رسم عاشقی را به نام یاد خداوند آغاز میکنیم. مهمانمان را دعوت میکنیم در ست رسم عاشقی و میخواییم درباره رسم عاشقی صحبت بکنیم. ما را فراموش نکنید بیننده های عزیز. رفت آمده کوتاه رسانه ای داریم تا اونها تشریف بیارن. بیننده های عزیز، شما ادامه برنامه رسم عاشقی را تماشا میکنید. در کنار ما آقای محمد سرور حسینی هستند از معینیت سواد حیاتی یا سواد آموزی وزارت معارف. شما را خوش آمدید میگیم با برنامه. تشکر شما. چطور هستین با ماه مبارک رمضان؟ الحمدلله ماه خیر و برکت است و امسال که هوا خوبتر است، سرد است و روزم خوب میگذره. بسیار خوب. خوب در معینیت سواد آموزی شما بیشتر وظیفتان این هست که کسانی که از سواد یا آموختن سواد و تحصیلات محروم ماندن یا به هر صورتی نتونستن تحصیلات را پیش ببرن، شما دوباره اونها را احیا میسازن در عرصه تعلیمات مکاتب و همچنان مدارس و اینها، درست است؟ خب به چی آخرش مثلا به کدام مسئله میرسه که اونها وقتی سواد را می آموزن
شامل شغلی که دارن برشان بهتر میشه یا که سواد در کل در پیدا کردن کار چقدر میتونه مفید باشه؟ برای ما مهندس سواد آموزی وزارت معارف به حیث یکی از برنامه وزارت معارف ما مسئولیت ما است که ما او تعداد از هموطنهای ما که نتونستن در زمان جنگ فرصت پیدا بکنن که در سن مناسب به مکتب بره ما برای ازنا چانس دوم میتیم و این چانس دومی است که اونا میتونن به کورس‌های سواد آموزی بیاین و سواد یاد بگیرن. شما میدانید که سواد یک ابزار بسیار مهم برای پیشرفت و انکشاف فردی و اجتماعی است. یعنی اگر یک فرد بی سواد است این میتونه که از بسیار منابع استفاده بکنه برای رشد و انکشاف خود و از انجام بسیاری از کارها ناتوان میباشه. اگر شما مقایسه بکنید بین یک حیاتی که با سواد است و حیاتی که بی سواد است، حیاتی که سواد نداره نمیتونه اندازه‌گیری درست بکنه و ولی او کسی که با سواد است میتونه اندازه‌گیری صحیح بکنه و از منابع مختلف استفاده بکنه. همچنین در ساعات پیچیده تری که هست در اقتصاد پیچیده تر میتونه خوبتر کار بکنه و مؤثر واقع شه. بنابراین این امکانات ما در اختیار و تعداد از همتون خود میمانیم که بیاین و با سواد شوند و بتانند زندگی خود و جامعه خود و خانواده خود تغییر بدن. بینده های عزیز، در این قسمت از برنامه را یک رفت آمده رسانه ای کوتاهی می داشت. شما برمیگردیم با شما خواهیم بود. برنامه رسم عاشقی را فراموش نکنید. بیننده های عزیز، شما برنامه رسم عاشقی را تماشا میکنید. شما گفتیم که زبان، یعنی خود زبان میتونه که آثار آفرین باشه برای انسان ها. چنانچه ما به زبان فارسی صحبت میکنیم، زبان انگلیسی بیشتر زبان تجارت و زبان مثلا علم هست، علم فناوری روز. اما زبان فارسی در کل، شما درجه تحصیلیتان هم این هست که لیسانس زبان فارسی رو دارین، به خاطر از این سوال میکنم زبان فارسی چه اثراتی داشته در از ابتدا تا به حال؟ خب زبان یک وسیله ارتباطی است بین انسان ها و زبان ها به خودی خود کدام مزیتی نسبت به هم دیگه ندارن و قراری که زبان شناس های امروز میگن در هر زبانی ظرفیت های کافی وجود دارد تا انکشاف بکنند. منتها چیزی که مهم است آثاری است که در یک زبان آفریده شده و یا غنامندی فرهنگی است که در یک زبان وجود دارد. به او حساب زبان فارسی هم یکی از زبان هایی است که از لحاظ فرهنگی و از لحاظ ادبی غنی است و ارزش های معنوی و آثار معنوی بیشمار و عمیق در این زبان وجود داره. مثلا اگر شما به آثار فارسی که آفریده شده توجه بکنین، اشعار حافظ به طور مثال که شخصیت های بزرگی مثل گویتر جذب کرد و یا روایت خیام که فیتزجرالد ترجمه کرد به انگلیس و آقای در انگلیس بپا کرد و یا آثار مثل جامی و یا مولانا که اخیراً مقالات زیادی در سطح جهان نوشته شد که مولانا غرب را تسخیر میکنه و باعث یک مضمونی درسی در بسیاری دانشگاه ها تدریس میشه. این نشان میده که در زبان فارسی آثار بسیار عمیقی آفریده شد، آثاری که شما کمتر در دیگر زبان ها پیدا میکنین و مهمی است که شما این آثار به شکل زنده در اولین بار در یک زبان آفریده میشه که البته این مفاهیم قابل ترجمه هستند ولی مزیتی که در زبان اصلی که به این زبان آفریده میشه معمولا ترجمه نداره. به این خاطر است که بسیار مهم است که ما باید خوشحال باشیم که میتونیم از این آثار بدون واسطه استفاده بکنیم. بله. و کسایی که به این زبان تسلط دارن و در این حوزه جغرافیا ما باید در حفظ آثار بکشیم
و در گسترش آثار تلاش بکنیم. البته به زبانهای ملی ما، به زبان پشتو و زبانهای ترکی هم آثار قابل ملاحظه آفریده شده، هم آثار عرفانی و هم آثار ادبی. اما چیزی که به زبان فارسی است، یک مجموعه عظیمی فرهنگی و ادبی است که در این زبان وجود داره. بله. شما آثار که یافتین و مرتبط میشد به خود انسان ها، به روابطشان با خداوند، با روابطشان با خود انسان ها، در اشعار مانند، در شعرهای مانند مثلا حافظ، مولانا، خیام یا اینها، اونها چی بوده؟ میخوام که گوشه ای از اونها را بیان بکنید اگر حضور ذهن داره. خب گرچه ما فاصله زیاد افتاده بین مطالعاتی که ما داشتیم و درسی که ما خوندیم و در زمان تحصیل، ولی باعث یک فردی که علاقمند به ادبیات بودیم و علاقمند به فرهنگی سرزمین هستم، دائم آثاری که آفریده شده و یا ادبای ما، شعرها و همچنین نویسنده‌ای که در زبان ما آثاری را آفریدن، اینا الهام بخش بوده برای ما در زندگی. مثلا شما در سعدی را دارین که از انسانیت صحبت میکنه و وی که ارزش انسانی را بالاترین ارزش میدانه. مثلا اشعاری است که سعدی گفته در اصالت انسانی بین آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش زیر گوهرن جوزی به در دوارد روزگار دیگر وضوها را نمار قرار. خب شما در این شعر یک همبستگی بین انسانها را مشاهده بکنید که توصیه میشه از طرف سعدی و همچنین دیگر آثاری که سعدی آفریده که تنی آدمی شریف است، بجان آدمیت، نه همین لباسی زیباست نشان آدمیت، که باز هم نشان میده که تعلقات و گرایش های دیگه ای که وجود داره نباید ملاک قرار بگیره و انسانیت است که باید ملاک مناسبات انسانی باشه. خب اگر بریم به اشعار مولانا، شما باز هم در اونجا میبینین که مولانا صلح کل تبلیغ میکنه و از صلح کل دم میزنه و در او گفته میشه که حتی اختلاف مذاهب، اختلاف در سلیقه‌ها و دیگه ملاحظاتی که وجود داره در بین انسان‌ها، این ملاحظات نباید اصل باشه و مولانا از یک طرح صلح کل در بین نوع انسانی صحبت میکنه و میخواد را ترویج بکنه، که در اینجا باز هم ما میبینیم که مولانا چطور یک آیدیای انسانی را طرح میکنه و ما را به او میخوانه. در اشعار حافظ یا جامی باز هم شما لایه های بسیار عمیقی از ارزش‌های انسانی را میافین و از مفاهیمی را که انسان ها را به صلح، به آشتی، به مسالمت و به همپذیری تشویق میکنه و ترغیب میکنه. بنابراین ما گذشته ادبی ما، گذشته فرهنگی ما پر است از آثار و رهنمودها و آموزه های انسانی. بله، بسیار خوب. میخواستم که سوال بکنم، سواد، آموختن سواد چقدر میتونه که کمک بکنه برای از این که ما انسان ها بتونیم هرچی بیشتر آثار بیشتری را از طریق قلم، آنچه که در ذهن داریم، آنچه که در شیرازه ما انسان‌ها هست، اونها را از طریق قلم به یک دیگر ارتباط بدیم و اونها را در کل میشه گفت به اشتراک بگذاریم. قبل از او یک وقفه کوتاه میگیریم، برمیگردیم صحبت خواهیم کرد. بیننده های عزیز، برنامه رسم عاشقی را فراموش نکنید، با شما هستیم. بیننده های عزیز، شما برنامه رسم عاشقی رو تماشا میکنین. میخواییم که پرسان بکنیم از آقای حسینی که این آموختن سواد و آنچه را که در درون انسان هست، آنچه را که در ذهن و مغز انسان هست و اون را میخواه که بیشتر بازگو بکنه و هم نوع خود، یعنی انسان ها
با آموختن سواد، اینی آیا فقط باید به صورت نوشتاری یا بروی کاغذ باشه، یا او را حتی میتونه که آدم بروز بده در زندگی خود تا فرد دیگر یا هم نوع دیگر او را بتونه که جذب بکنه؟ نقش سواد در این مابین چی هست؟ دی فرانچیز خب مرمدار، سواد یک ابزار هست و ما نمیتونیم بگوییم که کسی که بی سواد است قادر به درک مفاهیم نیست یا قادر به دریافت از واقعیت ها نیست. ذهن انسانی و اندیشه انسانی میتونه که مفاهیم را دریافت بکنه و سواد میتونه این فرایند را تسریع بکنه و کمک بکنه، و همچنین سواد باعث میشه که شما مفاهیم را از یک نسل به نسل دیگه انتقال بدید. اگر چون چه سواد نمی بود، بشر قادر نمی بود که علومی را که فعلا ما داریم و تکنولوژی را که داریم و مفاهیمی را که آفریده شده، این مفاهیم را بتونیم از نسل به نسل دیگه انتقال بدیم. چون سواد است که ابزار لازم را فراهم میکنه تا انسان ها علوم را و او چیزی را که درک میکنه بتونه از یک نسل به نسل دیگه آموخته های خود انتقال بده، و همچنین در تحلیل مسائل ما کمک میکنه. چون وقتی سواد نباشه ما نمیتونیم یا داشت بگیریم یا اینا را در یک جایی ذخیره بکنیم و در وقت لازم بتونیم از اینا استفاده بکنیم. چون سواد ما را کمک میکنه تا ما از ابزار لازم اندازه‌گیری، گرافیک، چیزهای دیگر که در تدقیق تفکر ما را کمک میکنه از اینا استفاده بکنیم. بنابراین هم سواد در انتقال مفاهیم و اندوخت‌های علمی و علوم ما را کمک میکنه تا از یک فرد به فرد دیگر و از یک نسل به نسل دیگر ما استفاده بکنیم، و همچنین سواد کمک میکنه تا ما عمیق‌تر فکر بکنیم، اصولی‌تر فکر بکنیم و تکنیکی‌تر فکر بکنیم. بنابراین یک چارچوب برای ما میسازه تا ما چارچوب منطقی تا تفکر ما به نتیجه مشخص برسه. بله، خب همچنان که ماه مبارک رمضان هست و بیشتر بحث ما بر روی است که ماه مبارک رمضان میتونه که ماهی باشه، ماه آزمایشی باشه برای انسان ها، ماهی باشه که انسان یک خودتکانی میتونه بکنه، یک خودتکانی ذهنی، روحی و همچنان تا حدود جسمی. خب نظر شما در رابطه با ماه مبارک رمضان چی هست؟ فقط روزه گرفتن ای هست که نخوریم و نیاشامیم؟ آیا مرتبه ها یا میشه گفت ارزش های بیشتری هم داره؟ خب ماه رمضان یک فرصتی است که برای مسلمان ها فراهم میکنه تا یک بار بازندشی بکنه نسبت به خود و کردار خود و اعمالی که انجام میده، و همچنین فرصت از این فراهم میکنه که مناسبات خود با دیگران بازبینی بکنه و نظر به فشارهایی که در ماه رمضان بالا یک فرد میه که گرسنگی میبینه یا تشنگی را تحمل میکنه، این هم یک انسان را در معرض یک حالتی قرار میده تا بتونه احساس دیگه داشته باشه، و یا احساسی را که یک تعدادی از مردم در زندگی روزمره خود داره و تعدادی نداره، برای از نام این فرصت میسر بسازه تا به او احساس مشترک دست پیدا بکنه. بنابراین اما قسمی که در تاریخ بودا ما میخوانیم که سیدارتا وقتی میره میبینه کسایی را که مریض است و کسایی را که تابوتی را میبینه که داره حرکت است و انسانی را میبینه که عاجز است، افراد مختلف را میبینه و از او به یک دریافت جدید میرسه، روزه همین شرایط برای ما فراهم میکنه که اگر ما عمیق‌تر فکر بکنیم و به یک دریافت جدید برسیم، دریافت عمیق‌تر که دریافت معمولا در زندگی روزمره ما از پیش ما گم میشه، چون ما بیش از حد مصروف میشیم و یا یک تعدادی در مناسبات خاصی اینا گیر میمانه که این فرصت برشان میسر نیست،
بنابراین ماه رمضان میتونه این فرصت در اختیار ما بانه و خوب است که ما از این فرصت استفاده بکنیم. کمی که روشن تر بسازیم که این دریافت ها چی هست و از آن چیزی که انسان ها دور میمانن اونها چی هست؟ خوب این دریافت ها این چیزهایی که ما دور میمانیم واقعیت هایی است که در زندگی وجود داره، واقعیت هایی که تعداد زیاد از انسان ها با او سر و کار داره. مثلا خیلی واضح واضح تری است که یک تعداد زیادی از مردم ما برنج گرسنگی به سر میبره، یک تعداد زیادی از مردم ما مریض است و نمیتونه خود تداوی بکنن، و همچنین این واقعیت که ما از بدنه هستی جامعه خود یک فرد دور میمانه، ممکن است شما به یک راحتی به سر ببرید، ممکن است که شما او رنج ها را مشاهده نکنین و با او مواجه نباشین روزمره. بنابراین وقتی که شما روزه میگیرین خودتون گرسنه میشین و بدن به خواهش غذا شما پیدا میکنه، بنابراین شما احساس پیدا میکنید که اگر در موقعیت یک فرد گرسنه می بودین چه حالت می داشتین. و این درک برای شما پیدا میشه که ممکن است بعضی انسان هایی که در این وضعیت قرار داره اونا نظر به این انگیزه هاست که وادار میشه و بعضا به ارتکاب جرایم مثلا، یا اونا از هنجارهای زندگی بیرون میشه. بنابراین انگیزه هایی وجود داره که خوب است که ما به او توجه بکنیم، و همچنین خوب است که ما از دنیای مجازای خود براییم و با انسان ها و با جمع عظیم انسانی خود هماهنگ بسازیم و بپیوندیم به اون. پس این درک، پس این دریافت ها در حس در حیطه درک بود تنها، آیا این عملی هم جنبه عملی هم داره این دریافت های ما که ما بتونیم او دریافت ها را از سطح درک و سطح عمل برسانیم؟ خب مقدمه شما میفهمید که مقدمه عمل درک است، و اگر ما یک عمل خود به خود انجام بدیم باز هم بدون درک و عمل ما مقبول درگاه خداوند نیست، چون که عمل مقبول درگاه خداوند است که آگاهانه باشد. بنابراین اولا یک عمل خوب یا تغییر در رفتار بدون درک ناممکن است، و ثانیا اگر یک تغییر عادی می باشه، یعنی یک رفتار عادی می باشه و یا آگاهانه نیست، ناآگاهانه است، باز هم ارزشمند بوده نمیتونه. خوب است که ما اول به یک درک صحیح برسیم و به اساس درک صحیح ما رفتار خود تنظیم بکنیم، و میشه که از این فرصت استفاده شود تا انسان ها بر خود یک پلان جدید برای رفتار جدید، برای یک اسلوب جدید در زندگی خود داشته باشند. انشاءالله. خب بسیار سپاسگزار هستیم که شما تشریف آوردین. وقت برنامه ما هم رو به اختتام هست، و همچنان بیننده های عزیز شما هم فراموش نکنید که ساعت 6:30 با شما خواهیم بود در برنامه راست موسیقی. پس بسیار تشکر از شما آقای حسینی، تشریف آوردین. بیننده های عزیز شما خبرهای ساعت 6 را توجه بفرمایید، در خدمت شما خواهیم بود. سلامت باشید.